سلام، امروز قصد داریم در واقع قسمت اصلی حسابان معلیمان برای فرایندهای لوی رو یا به عبارت دیگه فرایندهای با جهش رو توضیح بدیم. کتاب این کار رو در دو فصل 10 و 11 انجام داده. دلیل اینکه این تقسیم بندی رو انجام داده رو الان من توضیح میدم. میگه یادآوری سریع، اگر بر حسابان ملیوان برای فرآیند وینر یا حرکت براونی بکنیم، ما در واقع مفاهیمی که اونجا داشتیم و میخواییم اینجا کاملا بازسازی کنیم اونها رو برای فرآیند لوی، این بود که تعریف فرآیند در واقع تعریف مشتق ملیوان رو ما از توابع سیمپل یا توابع متناهی بعدی شروع میکردیم، به این صورت که میگفتیم در واقع توابع سیمپل یا متغیرهای سیمپل در واقع چیزایی هستن که اف هایی هستن که به شکل در واقع تابعی از یه تعداد متناهی انتگرال های وینر هستن، یعنی اینکه اف بی اچ 1 تا بی اچ ان که یادآوری میکنیم بی اچ هم بود در واقع انتگرال اچ بی دبلیو اچ تی دی دبلیو تی، دامنه ها رو هم که همه رو از صفر تا بی نهایت گرفته بودیم. و بعد تعریف مشتق ملیوان رو انجام میدادیم برای متغیرهای سیمپل، برای تابع سیمپل، و بعد این رو گسترش میدادیم به فضای سوبولف، در واقع گسترش این مشتق ملیوان به فضای سوبولف که دیگه فضای متغیرهایی بود که لزوما متناهی بودی نبودن. و بعد تعریف در واقع عملگر دیورژانس رو داشتیم به عنوان دوگان دی دوال یا اجوینت، در واقع دوگان یا الحاقی، در واقع الحاقی دی. و بعد ارتباط مشتق ملیوان رو داشتیم با بست آشوب، در واقع ارتباط دی با بست آشوب وینر رو داشتیم که میگفت که اگر شما افتون در واقع به شکل بست آشوبش به این شکل باشه، اون وقت دی اف به این صورت هست که از انومی یه ان ضرب میکنیم و میکنیمش مرتبه انمن های یک، که البته خب دیگه نتیجه بود که یه تی اینجا پیدا میشد، یه فرایند میشد در واقع، و این یه دونه از آرگومان های اف ان هم تبدیل به تی میشد. و حالا خواص مشتق ملیوان در ارتباط با بسته آشوب رو در واقع میگفتیم. بنابراین ما از تعریف مشتق ملیوان برای توابع سیمپل شروع میکردیم و میرسیدیم به تعریف مشتق ملیوان برای بست آشوب وینر. نکته یکی از اینه که اونجا میشد به صورت برعکس هم عمل کرد، یعنی میشد از تعریف مشتق ملیوان به عنوان در واقع روی بست آشوب وینر شروع کرد و رسید به همین تعریفی که ما باهاش شروع کردیم. در واقع هر دو نگاه برای تعریف F کار میکنن در حالت سیمپل، در حالت فرآیند وینر. و در وقتی ما میایم به فرآیندهای لوی، اینجا هم هر دو اپروچ رو میشه دنبال کرد، یعنی ما میتونیم مشتق ملیوان رو با استفاده از توابع سیمپل تعریف بکنیم و بعد گسترش بدیم به خانواده بزرگتری، یا اینکه بر روی بست آشوب، یعنی بر روی بست و حسب انتگرال چندگانه تعریف بکنیم مشتق ملیوان رو و بعد سایر خاصیت‌ها رو نتیجه بگیریم، که کتاب در واقع تو فصل 10 این کار رو کرده. فصل 10 در واقع با بست آشوب شروع میکنه و این روی کار رو تو فصل 11 انجام داده. برای ما موضوعی که الان راجبش صحبت میکنیم که موضوع فصل 10 هست، از بست آشوب شروع میکنیم، از بست آشوب برای نسبت به فرآیند لوی شروع میکنیم و مشتق ملیوان رو اونجا تعریف میکنیم و
میریم جلو. بسیار عالی. خب اینجا همه چیز رو نسبت به در واقع یک اندازه تصادفی پواسون M مطرح میکنیم در شروع کار. فضای در واقع اندازه‌ای که اون اندازه تصادفی پواسون روش تعریف شده رو با زد نشون میدیم. توابع این متغیره متقارن روی زد ان رو، اینا به عنوان توابعی هستن که ما میخوایم بهشون ازشون انتگرال‌های انگانه بگیریم و که توی فصل قبل تعریف کردیم چطور میشه این کار انجام داد. و یک بسته آشوب، اگر یک متغیر تصادفی F در واقع دارای بسته آشوب به این شکل باشه، ما میخوایم فضای همه متغیرهایی که مشتق ملیوان دارن رو تعریف بکنیم. این فضا رو با D1 و 2، همون نماد فضای سوبولفی که قبلا داشتیم، یعنی توابعی که یک بار مشتق ملیوان دارن در L2، با این فضا نشون میدیم که در واقع عبارت است از همه بست های به این شکل، بست های آشوبی که در واقع یه همچین سیگمایی که به نوعی نرم همون DF هست متناهی باشه. این N فاکتوریل یادمون هست که تو محاسبه نرم L2 متغیر این N فاکتوریل ظاهر میشد. این N هم که طبیعتاً برای همون مشتقیه که میگیریم. برابر این میشه فضای همه متغیرهایی که فضای سوبولف ما رو تشکیل میدن و روی این فضا مشتق ملیوان که با نماد دی نشون داده میشه به این صورت تعریف میشه: دی زد اف مساوی سیگما ان آی ان ام ال 1 اچ ان دات و زد. دقت کنید که این دی یه آرگومان زد هم داره که این زد در واقع عضوی از اون فضای متریکی هست که اندازه تصادفی پواسونمون روش تعریف شده. بنابراین به نوعی این مشتق ملیوان اون متغیر F نسبت به هر نقطه ای از فضای متریک ما هست. اگر اینو بخوایم با فرآیند وینری که قبلا داشتیم مقایسه کنیم، اونجا ما برای هر تی یه دونه مشتق ملیوان در اون نقطه داشتیم که اونجا اون DTF نشون دهنده مشتق F نسبت به مقدار در واقع اون وایت نویز، اون نویز وینر در زمان تی بود. بنابراین اونجا انگار در واقع به جای اندازه تصادفی پواسون یک وایت نویز روی آر داشتیم. پس اون آر که دامنه زمان ما بود در سابق، اینجا تبدیل شده به فضای متریک زد و وایت نویز ما تبدیل شده به اندازه تصادفی پواسون ام. پس نسبت به هر المنتی از اون فضای متریک، فضای زد، ما میتونیم به نوعی مشتق بگیریم و بنابراین برای هر زد و نحوه تعریفش هم که قراره همونطوری مثل سابق باشه به این صورت تعریف میشه. بنابراین این میشه تعریف مشتق ملیوان با توجه به نحوه، با توجه به فرضی که گذاشتیم روی اعضای اون فضای سوبولف، این انتگرال، این سیگما در فضای L2 زد همگرا هست، در فضای L2 در واقع همگرا هست، در L2 اومگا فضای احتمال اون همگرا هست. به طور خاص برای توابع انتگرال یگانه شما یه انتگرال تاکید دارید از تابع H، یه تابع تک متغیر HZ دارید و نسبت به اندازه تصادفی پواسون M از این در واقع مشتق ملیوان میگیرید. اینجا DF میشه همون تابع H که ما داریم به دلیل اینکه این خودش همون بست آشوب هستن و I1 تبدیل به I0 میشه، I0 هم که خود Hه. بنابراین و در حالتی که FI2H باشه، یه انتگرال دوگانه باشه، خب یه دو میاد پشترش میشه انتگرال
یگانه و در حالت کلی راجع به نرم L2 DF هم با توجه به نکته که بالا گفتیم همین سیگما میشه، که اصلا فلسفه این که ما این سیگما رو متناهی فرض کردیم این هست که این DF توی در واقع L2 باشه و میشه روی این فضای سوبولف D1 و 2 یک ضرب داخلی تعریف کرد به این شکل، ضرب داخلی خود متغیرها و مشتق ملیوانشون که با استفاده از این ضرب داخلی تبدیل میشه به یک فضای هیلبرت. دقت کنید که DF و DG هر کدوم یک فرایند هم منطقه فرایندی که به جای اینکه اندیسش زمان باشه اندیسش از همون فضای متریک زد میاد، برای همین به اصطلاح اینجا بهشون میگه متغیرهای L2 زد مقدار، یعنی اینکه مشتق ملیوان یک متغیر F یک متغیر تصادفیه ولی مقدارش انگار خودش تابعی از زده، یعنی برای هر ریلیزیشن یک تابع از زد داریم که حالا تو هر زد نگاه کنید این دیگه یک عدد میشه. و بنابراین وقتی که صحبت از ضرب داخلی دی اف و دی جی میکنیم اینا یه آرگومان زد هم هر کدوم دارن که باید نسبت به اون هم ما انتگرال بگیریم ازشون. بنابراین اول نسبت به آرگومان زد مشترکشون انتگرال میگیریم نسبت به مجر اینتنسیتی انز تصادفی پواسونمون و بعد یه امید میگیریم که این دیگه حاصلش یک عدد میشه و بنابراین یک در واقع نرم هم به ما روی این فضای هیلبرت میده. اینجا این نکته رو گفته که ما وقت این دوتا نوتیشن رو به جای هم به کار میبریم به خاطر اینکه تقریبا یه چیز هم. و خب حالا این گزاره چی میگه به ما؟ اینجا داره میگه اگر دنباله ای از متغیرهای تصادفی تو فضای سوبولف داشته باشیم که میل بکنن به F در L2 و مشتقات ملیوانشون هم میل بکنه به یه چیزی به یوی، اون وقت اون F توی فضای سوبولف هست و مشتقش هم میشه یو. این در واقع همون پلوزبل بودن یا قابل بستن بودن مشتق ملیوان هست که اثباتش هم اینجا ساده است با استفاده از همون ایزومتری که برای بستارشوب داشتیم نتیجه میشه. میگه فرض کنیم که بستارشوب F به این شکل باشه، بستارشوب F که ها به این شکل باشه، به وضوح چون وقتی شما تفاضل F منهای F که به توان 2 رو نرم F منهای F که رو می نویسید چون فضای در واقع آشوب از مرتبه مختلف بر هم عمود هستن مثل در واقع فرمول فیثاغورس این F منهای F که به توان 2 تجزیه میشه به در واقع HN منهای HN که به توان 2 ها. بنابراین وقتی که F منهای F که به صفر میل کنه نرمش همه این HN منهای HN که ها باید به صفر میل بکنن، بنابراین HN که داره به HN میل میکنه. و وقتی شما یه سری دارید که تک تک در واقع دنباله ای از سری ها دارید که تک تک جملات به صفر میل میکنن ما لم فاتور رو داریم که تضمین میکنه لیمیت اون سری خودش کوچیک‌تر مساوی هست از در واقع اینجا بله بله در واقع کاری که میکنه این هست شما این لیمیت بیرونی رو اول فراموش کنید هر دوتا رو. داره میگه که این سیگما با توجه به اینکه HN حد HNJ ها هست لم فاتو به کار برده سری حدی کوچکتر مساوی لیم اینف در واقع مجموع سری هاست، مجموع سری حدی کوچکتر مساوی لیم اینف مجموع سری هاست و بعد از دو طرف نسبت به کا لیمیت میگیره. منتها نکته ای که وجود داره این هست که در واقع اینجا وقتی جی رو
بله، اینو در واقع بخوام دقیق بگیم باید به این شکل بگیم. ببینید ما افکا ها رو داریم که دارن به اف میل میکنن و بیایم دی اف من های دی اف کا رو در واقع نرم ال دو این رو به توان دو ما بررسی بکنیم که این خب چی میشه؟ این مساوی میشه با بر من یه امید هم اینجا در واقع داره. خب این در واقع طبق همون اتحادی که بالا گفتیم این در واقع میشه این عبارت سمت چپ، این سیگما سمت چپ، یعنی میشه سیگما ان در ان فاکتوریل سیگما ان در ان فاکتوریل اچ در اچ ان کامن های اچ ان به توان دو. بله این میشه این عباره. حالا یعنی که ما میدونیم که HNK میل میکنه به HN، ولی وقتی تک تک جمله برای تک تک جملات به صفر میل میکنه، ولی از این راحت نتیجه نمیشه که سیگماشون هم به صفر میل میکنه، بلکه ما لم فاتور رو داریم که در واقع میگه لیمیت این سیگما در واقع لیمیت این این عبارت یا در واقع دقیق تر بخوام بگیم کاری که میکنه اینه که این عبارت رو برای در واقع HN رو به صورت حد JN ها مینویسه، میگه که این کوچکتر مساویه لیم اینف همین سیگما هست وقتی به جای H بذاریم HJN و اینجا که جی به بی نهایت میل کنه. و نکته ای که هست اینه که این عبارت رو ما میدونیم که وقتی کا به بی نهایت میل کنه به صفر میل میکنه، به دلیل اینکه حالا چیکار میکنه؟ حالا میاد از دو طرف لیمیت میگیره، لیمیت این در واقع لیمیت این مساوی لیمیت این کوچیک‌تر مساوی لیمیت این میشه. اینجا وقتی شما هم کا رو به بی نهایت میل میدید و هم جی رو به بی نهایت میل میدید، چون میدونیم که دی اچ کی ها در واقع چون میدونیم که دی اف کی ها کیش پایینه دی اف کی ها، چون میدونیم که در واقع دارن به یه یو ایمیل میکنن که یو نمیدونیم دی اف هست یا نه، ولی هم که اینا به یو ایمیل میکنن یعنی در واقع سیگما آی ان ام ان هایی که اچ ان ها داره میل میکنه به یو، برای این دنباله در واقع چی هن؟ اینا کشی هن. وقتی کشی هن یعنی اگر نرم اینها رو بنویسیم تفاضل بگیریم باید به صفر میل بکنه، وقتی نرم دو تا از اینا رو بنویسیم اچ K و مثلا HJ اون وقت در واقع این نرم DFK منهای DFJ این را به صفر میل میکنه به دلیل کشی بودن. وقتی اینو مینویسی دقیقا میشه همین سیگمایی که اینجا هست، برای این لیمیت لیمیم چیزی نیست جز صفر که نتیجه میده که این لیمیت در واقع صفر هست. پس واقعا DFK ها به DF میل میکنن که نتیجه میده DF همون U هست. حالا خواهیم دید که مشتبه مریوان اینجا خیلی تعبیر ساده تری داره نسبت به مشتبه مریوان در فرآیند وینر. به نوعی در واقع مشتبه مریوان کلن همیشه این مفهوم پشتش بود دیگه، در واقع حساسیت اون تابع اف یا اون متغیر تصادفی اف نسبت به مقدار فرایند توی نقطه خاص بود. اینجا ما چون به جای فرایند وینر یک اندازه تصادفی پواسون داریم و اندازه تصادفی پواسون تشکیل شده از یه سری نقطه تصادفی در واقع، بنابراین مشتق مریوان باید یه جور حساسیت اون تابع اف نسبت به یه تک نقطه‌ای باشه، نسبت به
در واقع بودن یا نبودن یک تک نقطه ای توی فرایندمون باشه. برای همین میاد در واقع یک تابع فیزه تعریف میکنه برای هر ذره، که این فیزه میاد چیکار میکنه؟ یک عضو امگای بزرگ رو میگیره. امگای بزرگ تشکیل شده از یه سری اندازه های شمارشی، اندازه های صحیح مقدار. یعنی هر عضو امگای بزرگ که عبارت است از امگای کوچیک، این چیه؟ این اجتماع یه سری تک نقطه ایه. و این تابع فی زد میاد چیکار میکنه؟ یه تک نقطه ای زد به اون اضافه میکنه. یعنی تک نقطه ای زد رو میاد اضافه میکنه به اون مجموع نقاط امگای کوچیک. و در واقع اینجا یه حالا تو این دو خط یه توضیحی داده. ببینید اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که قبلا توی زد خودش یه نقطه بوده باشه و وقتی این نقطه رو اضافه میکنی اونجا یه نقطه دو بار تکرار میشه، در حالی که توی اندازه شمارشی که ما داریم باید هر نقطه یه بار تکرار بشه. به همین دلیل باید بگیم که امکان نداره که تو اون نقطه دقیقا یه نقطه دیگه هم باشه. این امکان داره ولی احتمالش صفره. یعنی وقتی شما یه اندازه تصادفی پواسون داری که اتم نداره، احتمال این که دقیقا توی یه نقطه خاص یک نقطه تصادفی از فرایند نقطه شما باشه صفره. این نقطه یه که در واقع اینجا داره میگه احتمال اینکه اون امگایی که شما میگیری دقیقا تو زد یه نقطه داشته باشه صفر. پس مشکلی عملا پیش نمیاد با اضافه کردن تک نقطه توی یه نقطه خاص زد. حالا با این کار پس ما در واقع این تابع فی زد رو تعریف کردیم. حالا یک عملگر فی زد تعریف میکنیم روی متغیر تصادفی F. که این چیکار میکنه؟ این متغیر تصادفی خودش تابعی از اون فرآیند نقطه ایه دیگه. این میاد یه فرآیند نقطه ای اومگا رو میگیره، یه زد بهش اضافه میکنه، میبینه که چقدر اضافه میشه مقدارش، یعنی اف اومگا و اف اومگا برابر دلتا زد چقدر با هم اختلاف دارن. این میشه همون فی زد اف. و نکته جالبی که حالا در ادامه خواهیم دید اینه که این فی زد در واقع میشه همون مشتق مدیوان تقریبا، و به همین دلیلی که گفتم در واقع مشتق مدیوان اینجا حساسیت اون تابع اف رو نسبت به تک نقطه ای ها میسنجه، نسبت به بودن یا نبودن تک نقطه ای ها میسنجه. حالا برای این تابع فی زد، برای این اپراتور فی زدی که تعریف کردیم یه ویژگی ثابت میکنه که خیلی ویژگی ساده ای، یعنی نکته خاصی نداره، محاسبات جبری ساده است. اینجا میتونیم ببینیم که فی زد اف جی یک همچین رابطه ای براش برقرار هست. خب اینو باز کنیم، فی زد اف جی در واقع به این شکل در میاد. اینو یه جمله اضافه و کم کرده، بعد یک فاکتور گیری های انجام شده به این رسیده. حالا خود این رو در واقع باز یه جمله اضافه و کم کرده، این F فی زد جی رو اینجا اضافه و کم کرده. این اولی شده F فی زد جی، بعد این شده جی فی زد F، ببخشید این آخری F فی زد G، این G فی زد F، و چیزی که اینجا هم هست فی زد F در فی زد G. یه محاسبه جبری ساده است، نکته خاصی نداره. و اینجا همون قضیه ای هست که گفتیم که در واقع ثابت میشه که برای هر متغیر تصادفی دو ال اومگا در واقع فضای سوبولف رو هم به این صورت ما مشخص میکنیم. میگه که فضای سوبولف اون چیزایی هست که این عملگر فی زد میبرشون توی L2، و علاوه بر اون به ازای اون متغیرها مشتق ملیوان همون فی زده برای تقریبا هر امگا زده البته، که حالا اثبات رو با هم میبینیم. خب اثبات در چند گام انجام میشه؟ در گام اول فرض میکنیم که متغیر ما یک انتگرال تصادفی باشه، یعنی انتگرال یک تابع داده شده HZ باشه. در این صورت خب طبق تعریف مشتق مدیوان میدونیم که مشتق مدیوان این متغیر برابر میشه با خود اون تابع زیر انتگرال، یعنی HZ.
و بنابراین در این حالت ساده میشه رابطه ده دو رو چک کرد. سمت چپ یا DZF خب در واقع برابر هست با تفاضل دو تا انتگرال. در واقع سمت راست این عبارت رو اگر بخوایم چک بکنیم، باید فی در واقع اومگا به علاوه زد رو، یعنی اف اومگا به علاوه زد رو منهای اف اومگا بکنیم. یعنی فرض کنیم که به اندازه پواسونمون یک نقطه زد اضافه شده، اون رو مقدار انتگرال روش حساب بکنیم، یه بارم بدون اون حساب بکنیم و اینها رو از هم کم بکنیم، که اگر این کار رو انجام بدیم، در واقع وقتی نقطه زد اضافه میکنیم به این انتگرال، به مقدار انتگرال یه اچ زد اضافه میشه، بنابراین این تفاضل میشه اچ زد که همون مشتق ملیوان است. حالا یه تابع در واقع مقدماتی به فرمی که در واقع قبلا داشتیم در نظر بگیرین، یعنی یک، حالا اینو ببینیم در این فرمشو 20، بله، یعنی تابعهایی که ما انتگرال انگانه رو براشون تعریف کرده بودیم، که البته خب جلسه قبل دیدیم که اینجا این اندیس های مشکلی داره، اینا در واقع باید AJ1 تا AJN باشه، ولی به هر حال اچ رو تابعی به این شکل فرض بکنیم الان. خب در این صورت ببینیم که این مشتق ملیوان چی میشه و اون فیزد اف چی میشه. مشتق ملیوان این انتگرال در واقع انگانه رو به این شکل در واقع می نویسیم که در واقع توجه بکنید وقتی ما از اون حاصل ضرب های امحت A1 تا امحت AN مشتق ملیوان می گیریم، به خاطر مشتق حاصل ضرب که برقرار هست، هر بار مثل اینه که از یکیشون مشتق ملیوان بگیریم و بقیه رو دست نزنیم و بعد سیگما بگیریم رو همه اینا، بنابراین مثل اینه که از آیامی مشتق ملیوان بگیریم، وقتی از آیامی مشتق ملیوان بگیریم، از خود امحت یه مجموعه وقتی مشتق ملیوان بگیریم میشه تابع مشخصه اون مجموعه، به دلیل اینکه امحت یه مجموعه امحت تابع مشخص است، یعنی آ1 تابع مشخص است، همونطور که آ1 اچ مشتق ملیوان شد اچ، مشتق ملیوان امحت آ هم میشه تابع مشخصه آ، بنابراین این سیگما به دست میاد به این صورت. حالا از طرف دیگه ببینیم فی زد این متغیر تصادفی از این نوع چی میشه. خب وقتی شما زد رو اضافه کنید، نقطه تک نقطه زد رو به اون ریالیزیشن از فرایند نقطه ایتون اضافه بکنید، یعنی اینکه به مجموعه هایی که اون زد رو دارن یک واحد به مجرشون اضافه میشه، بنابراین شما این تفاضل رو باید الان حساب بکنید دیگه، این طرف به اون مجر یه نقطه زد رو اضافه کردیم، پس چی به دست میاد؟ یعنی شما باید که در واقع اون زد هایی که زد توشون نیست، که خب فی زد در واقع اونها صفر میشه، اگر زد تو هیچ کدوم از آی ها نباشه، این عبارت دقیقا مساوی با این عبارته و صفر میشه در نتیجه فی زد. اما اگر برای بعضی از آی ها زد توی آی باشه، در واقع این عبارت به این شکل در میاد که اون آی که داخلش هست فی زدش، خب یه تک نقطه ای اضافه کردیم، مجرش از صفر میشه یک واحد در واقع اضافه میشه، پس به ازای اون تک جمله ما حاصل ضرب بقیه امحتا رو در واقع داریم توی این فی زدمون، بنابراین در واقع فیزد ما همچین سیگمایی میشه. خب اگر دقت بکنین این سیگما دقیقا در واقع همین سیگمایی هست که اینجا، منطقه کم حالا به نظرم در واقع نظر نمادگذاری خوب نگفته، یعنی باید این سیگما روی
باید یه سیگما اینجا میذاشت روی آی هایی که زد در واقع عضو آی باشه، که اگر این کارو میکرد دقیقا همین عبارت دیگه میشد. ولی به هر حال اون یه نکته نوتیشنی هست. حالا پس ما تا اینجا این رابطه رو برای متغیرهای تصادفی که به اون فرم تابع سیمپل بودن ما ثابت کردیم. حالا میخوایم برای در واقع F الان استپ دو F به شکل INH بود که H یک تابع سیمپل بود. حالا میخوایم برای INH هایی که H هر متغیر هر تابع متغیری باشه این رو ثابت بکنیم. و بعد از اونجایی که با ترکیبات خطی INHN ها هر متغیر تصادفی رو طبق بسته آشوب میشه نمایش داد، تقریبا معلومه که مسیر ادامه اثبات چی میشه. خب حالا اینجا این آی اینی که گفته بله من رفتم چک کردم این آی این همون مجموعه همه اون اچ های مقدماتی هست، یعنی به شکل ترکیب خطی از مستطیل های در واقع انبودی و در واقع چیزی هست که ما تو استپ دو برای اونها حکم رو ثابت کردیم. حالا از طرفی میدونیم که این آی این توی فضای همه تابعه متغیره مجموعه چگال هست، بنابراین میتونیم دنباله از اچکاها پیدا بکنیم که در واقع این آی این اچکاها میل بکنه به آی این اچی که میخواییم قضیه رو برش ثابت بکنیم. اسم اینو میذاره FK، اسم اینم که F بود، پس الان FK ها در واقع به F میل میکنن در L2. حالا یک لم نظری اندازه‌ای مقدماتی داریم که هر وقت یه دنباله‌ای در L2 یا LP میل کنه به یک متغیر تصادفی، یک زیر دنباله‌ای وجود داره که به صورت almost sure میل میکنه به اون. بنابراین اون زیر دنباله رو در نظر میگیره، FKJ میذاره اسمشو. FKJ بنابراین almost sure داره به F میل میکنه. بنابراین فی زد اف هم که تعریفش کاملا یه تعریف اومگا وایز به اصطلاح، یعنی این که برای هر اومگا برای هر سمپل از فضا نمونه جداگانه تعریف میشه، برابر فی زد اف هم در واقع حد فی زد اف کی جی ها خواهد بود. حالا از طرفی ما میدونیم که فی زد اف جی که ها همون مشتق ملیوان اف جی که ها هست، چون اف کا جی ها چیزایی هستن که تو حالت استپ دو ما حکم براشون ثابت کردیم. بنابراین وضعیت اینجوری هست که FKJ ها میل میکنن به F، DFKJ ها هم در واقع مساوی هست با FZ FKJ ها و DFKJ ها هم که میدونی میل میکنه به DF، بنابراین FZ FKJ ها باید میل بکنه به از یه طرف DF از یه طرف به FZ F، بنابراین در واقع DF همون FZF هست. پس حکم در این حالت هم ثابت میشه. پس ما برای به طور کلی تا اینجا حکم رو برای متغیرهایی که به شکل انتگرال انگانه باشن، انتگرال انگانه از هر تابعی از هر تابع متغیری، برای اینها حکم ثابت کردیم. حالا یه F دلخواه توی L و امگا اگر در نظر بگیریم، طبق بسته آشوب ما این F رو میتونیم به شکل مجموعی از انتگرال انگانه بنویسیم N از صفر تا بی نهایت. حالا میام این مجموعه صفر تا بی نهایت رو برش میدیم از تا جمله K، برای سیگما N از صفر تا K رو در نظر میگیریم، از چون میذاریم FK و دقت کنید که دوباره استدلال استپ قبل رو داریم. FK ها در L2 به F میل میکنن، پس زیر دنباله دارن که به صورت almost sure به F میل میکنه و حکم رو برای FK ها ثابت کردیم. DFK ها هم به DF میل میکنه، کاملا مشابه استپ قبل، نتیجه میشه که در واقع DF مساوی میشه با FZF. بنابراین اثبات این نکته
تموم میشه. نکته خیلی در واقع کار رو ساده میکنه نسبت به مشتق ملوان وینر، که اونجا محاسبه مشتق ملوان معمولا سخت‌تر بود. اینجا محاسبه مشتق ملوان به دلیل این لم خیلی ساده است، چون محاسبه اون تابع فیزت خیلی ساده است که الان تو چند مثالی که جلوتر هست میبینیم. خب این مثال 10.1.5 در واقع توی این مثال مشتق مریوان متغیری که میخوایم حساب کنیم متغیرهای جهش فرآیند پواسون، زمانهای جهش فرآیند پواسون هستن. میگه فرض کنید که اینجا در واقع بله این توجه به این نکته هم مفید هست. ببینید زد رو برابر با بازه 0 و 1 گذاشته. زد چی بود اصولا؟ زد فضای متریکی بود که اندازه های پواسون روش تعریف شده بودن، یعنی انگار که ما ازش یه سری نقاطی رو به شکل نقاط پواسونی انتخاب میکردیم. وقتی زد رو میذاریم 0 و 1 یعنی چی؟ یعنی این مثال خودش مستقلا حالا مثال جالبی هست. اینجا پس ما زد رو گذاشتیم بازه 0 و 1. میخوایم ببینیم که یک اندازه تصادفی پواسون روی زد با تابع نرخ، در واقع یا بهتر به جای تابع نرخ بگیم اندازه شدت یا اینتنسیتی میجر لاندا دیتی در نظر بگیریم. معنای این چی هست؟ معناش این هست که اگر برگردیم به تعریف اندازه تصادفی پواسون، معناش این هست که شما انگار یه تعدادی نقطه به تصادف درون این مجموعه انتخاب کردید که ام آ که تعداد نقاط در آ هست، یه متغیر تصادفی دیگه. این یک متغیر پواسون با در واقع پارامتر لاندا ضرب در اندازه آ میشه. اما این در واقع باید مساوی با همون ام آ میشد دیگه، اندازه شدت اون اندازه تصادفی پواسون. بنابراین در واقع اینجا ام مجر ام در واقع هست لاندا ضرب در، یعنی در واقع ام دی تی هست لاندا ضرب در دی تی، یعنی لاندا ضرب در اندازه لبگ. اما این مجر آشناییه. در واقع وقتی شما یه زیربازه ای از بازه در واقع 0 و 1 در نظر بگیرید، مثلا به یه طولی، این داره میگه که این در واقع اگر طولش آ باشه، تعداد نقاطی که تو این میفته پارامترش در واقع میشه لاندا آ. پواسون با پارامتر در واقع لاندا آ میشه. و این چیه؟ این همون متغیر پواسونه، فرایند پواسونه. فرایند پواسون تعداد اتفاقاتیش که تو هر بازه میفته متغیر پواسون با پارامتر لاندا ضرب در طول بازه است. بنابراین اگر ما بیایم در واقع ان تی رو تعریف بکنیم ام بازه 0 و تی، اگر اینجوری تعریف بکنیم، آنگاه ان تی خودش یک فرایند پواسون خواهد بود. برای فرآیند پواسون رو میشه خودش رو به شکل یک اندازه تصادفی پواسون روی بازه زمانی نگاه کرد. پس تو این مثال در واقع این که زد رو گرفته 0 و 1، اون وقت زمانهای رویداد فرآیند پواسون، یعنی اون نقاط که تعدادشون هم بازه 0 و 1 هر عددی میتونه باشه از 0 تا بی‌نهایت، اونا رو با T1 تا TN نشون میدیم. و T1 یعنی اولین در واقع جهش، اولین جهش پواسون، T2 دومین جهش پواسون، الی آخر. و سوال این هست که در واقع
مشتق مثلا این تی آی ها نسبت به مشتق ملیوان تی آی ها رو میخوایم به دست بیاریم، مثلا مشتق ملیوان تی یک یعنی مشتق ملیوان اولین رویداد. خب ببینید، حالا ما برای تی یک بگیم که از همه ساده تره، برای تی یک هست اولین رویداد، زمان اولین رویداد در فرآیند پوآسون، یعنی اون نقاطی که اتفاقات پوآسونی میفته اولیشون، این رو بذاریم تی یک از صفر تا یک. بعدی هم در زمانهای دیگه میفته، فعلا با اونا کاری نداریم. سوال این هست که مشتق ملیوان تی یک چی میشه؟ به ازای زد مساوی تی دیگه، زد نمیذاریم چون باز هم اون فضای متریکمون رو گرفتیم صفر و یک، که اینا بازه زمانی صفر و یک دیگه، برای تی میذاریم. پس منظور ما از تی همون زدیه که تو تعریف مشتق ملیوان برای فرآیند جهشی داشتیم. پس الان میخوایم این رو حساب بکنیم. خب گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم که این مثل اینه که فی تیه یا فی زد، که دیگه در واقع ما الان میذاریم فی تیه، تی یک رو حساب بکنیم. فی تیه تی یک یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تو این در واقع فرایند نقطه ای بیای به صورت دستی تو نقطه تی یه دونه نقطه اضافه بکنی، بعد برای اون اولین زمان رو به دست بیاری، منهای وقتی بکنی که اون نقطه رو اضافه نکردی. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یه تی یک اندیس تی بذاریم منهای تی یک، که تی یک اندیس تی چیه؟ این زمان اولین رویداده، وقتی یه رویداد به صورت مصنوعی در زمان تی اضافه کرده باشی. پس این میشه زمان اولین رویداد وقتی یک رویداد مصنوعی در تی اضافه کرده باشیم. خب این رویدادی که اضافه کردیم اگر قبل از زمان تی یک اضافه کرده باشیم، خب اولین رویداد میشه اون کوچیکه، ولی اگر بعدش اضافه کرده باشیم تأثیری نداره. پس این دو حالت براش رخ میده. اگر تی کمتر از تی یک باشه این میشه تی منهای تی یک، و اگر تی بزرگتر مساوی تی یک باشه این میشه صفر. برای اینکه بخوام به صورت خلاصه تری این رو بیان کنیم، میتونیم بگیم در واقع ماکسیموم یا مینیموم تی منهای تی یک و صفر در واقع هست. پس این در واقع میشه مشتق ملیوان تی یک، که حالا اینجا برای بله دیگه، بله بله، اینجا در حالت آی مساوی صفر، در حالت آی مساوی یک دقیقا همین رابطه میشه. حالا اینجا در حالت کلی برای آی دلخواه هم اومده بیان کرده، یعنی زمان آیومین رویداد. بله دیگه، اینجا در واقع این فیتی تی یک رو اینجا به دست آورده، یعنی اینو به زبان دیگه میشه این شکلی هم نوشت، تی منهای تی یک تا به مشخصه صفر و تی یک تی، یعنی تی کوچیک اگر تو صفر و تی یک باشه این یک میشه، در این صورت صفر. حالا چکرن این دیگه در واقع خیلی ساده است. حالا برای تی آی اگر بخوایم مشتق ملیوان بگیریم، اگه ما یه نقطه مصنوعی توی تی کوچیک اضافه کنیم، در چه صورت زمان آیومین رویداد تغییر میکنه؟ در صورتی که این نقطه رو ما قبل از تی آی اضافه کنیم، دیگه آیومین رویداد که قبلا در زمان تی آی رخ میداده به یه زمان دیگه ای منتقل میشه. حالا بستگی داره کجا اون نقطه رو اضافه بکنیم. اگر که در واقع اینجا مثلا تی آی، اینجا تی آی منهای یک، اینجا هم تی آی قبلی، اگر نقطه رو اینجا اضافه بکنیم هیچ تأثیری نداره. اگر اینجا اضافه بکنیم این خودش میشه یه رویداد و آیومین رویداد میشه تی آی منهای یک. برای این تو این حالت آیومین رویداد
تبدیل میشه به TI منهای یک. اگر اینجا اضافه بکنیم این خودش میشه آیامین رویداد، برای تو این حالت آیامین رویداد میشه تی که در کنار هم گذاشتن اینا نتیجهش همین رابطه میشه که اینجا داریم، یعنی بعد از اضافه کردن نقطه مصنوعی در تی کوچیک سه تا اتفاق میفته. اگر تی از تی آیمن های یک کمتر باشه، خب همونطور که ببینید این صفر میشه، این میشه تی آیمن های یک، این هم میشه تی آی و این تفاضل میشه تی آی من های یک من های تی آی، که این دقیقا همون مقداری هست که از در واقع تی آی من های یک من های تی آی، این مقدار تی آی بعد از اضافه کردن تیه، این قبل از اضافه کردن تی، پس به اون حالت درست میشه. اگه تی کمتر از تی آی من های یک باشه، خب ببخشید اگر تی بین تی آی من های یک و تی آی باشه، این میشه من های تی آی، این هم میشه تی آی من های یک و این هم که میشه من های تی، برابر میشه تی آی من های یک به علاوه تی من های تی آی، که این دقیقا فاصله بین در واقع توی این اینجا بنویسیم فیزر تی آی، این وقتی هست که تی کمتر از تی آی من های یک باشه. اگر تی بین تی آی من های یک و تی آی باشه میشه چی من های تی آی، میشه تی من های تی آی، و اگر تی بزرگتر از تی آی باشه میشه صفر. اینجا من فهم کنم که اشکالی احتمالا وجود داره، بله اینجا این باید تی آی من های یک باشه، این هم یک غلط دیگه در کتاب، این اگر تی آی من های یک باشه دقیقا همون تابع سه ضابطه ای میشه که ما نوشتیم. پس دیدیم که چقدر ساده میشه مشتق ملیوان رو برای فرآیند برای عمل تصادفی پوآسون حساب کرد. حالا بله اینجا داره راجع به این صحبت میکنه که اینجا هم مثل حالت حرکت برانی مشتق ملیوان یک عملگر لوکال یا موضعی نیست، یعنی شما ممکنه مقدار تابو یه جای دیگه یه جای دوردستی تغییر بدی و مشتق ملیوان توی یه نقطه تغییر بکنه، این حالتیه که برای مشتق عادی رخ نمیده، یعنی وقتی شما مشتق معمولی میگیرین از یه تابع اگر مقدارش رو در یه نقطه دیگه دوری تغییر بدین مشتقش در این نقطه هیچ تغییری نمیکنه. این ویژگی رو بهش میگن لوکال بودن یا موضعی بودن، که خب اینجا با این توضیحی که داده راحت میشه که برقرار نیست. و نهایتا با توجه به اینکه مشتق ملیوان همون فیزده و ما برای فیزد یک قاعده حاصل ضربی داشتیم، فیزد اف جی میشد F فی زد جی، جی فی زد F برای فی زد F فی زد جی، برای این اینن همه رابطه رو برای مشتق ملیوان هم داریم، یعنی داره میگه که برای هر F و جی که حالا این شرایط رو برای اینکه مشتق ملیوان وجود داشته باشه باید بذاریم، اون وقت مشتق ملیوان حاصل ضرب همچین شکلی پیدا میکنه، که خب چیز طبیعیه، یعنی همون چیزی هست که انتظار داریم باشه. توی گزاره در واقع 10.1.8 هم یه جور قاعده تغییر متغیر برای مشتق ملیوان بیان میکنه، یعنی اگر شما یک تابع فی داشته باشین غیر از اون تابع فی زده، یه تابع فی داشته باشین که در واقع یه تابع پیوسته فقط اینجا فرض میکنه باشه و حالا این شرایط رو برای وجود مشتق ملیوان نیاز داریم، در اون صورت مشتق ملیوان فی اف رو میشه بر اساس مشتق ملیوان اف به این شکل بیان کرد. ببینید اف یه متغیر تصادفیه دیگه، در نتیجه فی اف هم یه متغیر تصادفی میشه، پس میشه ازش مشتق ملیوان گرفت و اینجا میگه که مشتق ملیوان در واقع همچین فرمی پیدا میکنه، فی اف به علاوه دی اف من های فی اف، که خب حالا اثباتش هم به این صورت هست که البته شهودن میشه فهمید چرا باید این اتفاق بیفته، بخاطر اینکه وقتی شما از فی اف مشتق ملیوان میگیرین گفتیم چجوری محاسبه میشه،
فرض میکنیم به صورت مصنوعی یه نقطه توی زد اضافه کردیم، مقدار اف جدید رو حساب میکنیم، مقدار فی جدید رو حساب میکنیم، فی اف جدید رو حساب میکنیم، منهای چی میکنیم؟ منهای در واقع همون فی اف اصلی میکنیم. وقتی شما یه نقطه توی زد اضافه میکنیم، مقدار خود اف به اندازه دی اف تغییر میکنه، پس مقدار فی جدید میشه فی اف به علاوه دی اف. پس خیلی واضحه که این تفاضل در واقع باید باشه منهای فی اف در واقع. که حالا البته نمیدونم، شاید آیا با وجود این راه حل ساده بهتر نیست همینو آدم در واقع صورتبندی دقیق تری ارائه بده یا نه، چون راه حلی که کتاب رفته که همه پیچیده تر هست. حالا رو هر کتاب بخونید، اول فرض میکنه که فی داره محمل فشرده باشه و اف هم کراندار باشه، ما فرمول فوریه بارون رو داریم که فی اف رو به ما میده بر حسب انتگرالی از توابع به شکل ای به توان آی وای اف در یه عدد ثابتی. دقت کنید، این فی حد وای عدد ثابته، پس به نوعی یک انتگرال وزنداری از ای به توان آی وای اف ها ما داریم که برابر با فی اف میشه. چون این انتگرال یک عملگر خطی هست، بنابراین اگر بخوایم این رابطه رو ما در واقع ثابت بکنیم برای فی اف، ما کافیه که این رابطه رو فقط برای ای به توان آی وای اف ها ثابت بکنیم. در واقع از دو طرف اگه شما الان دی بگیرین، دی اف فی اف، این دی میره داخل چون اینا دیگه عددش ثابتن، بقیه چیزایی که اینجا هستن دی از ای به توان آی وای اف گرفته میشه، پس کافیه فقط این رابطه رو برای ای به توان آی وای اف یه جورایی در واقع ثابت بکنیم. و حالا کاری که کرده، اومده ای به توان آی وای اف رو بسته تیلور براش نوشته، در واقع نوشته یک تقسیم بر n فاکتوریل آی وای به توان n. و در واقع بله، الان کاری که میکنه این هست که دی اف ای اف رو میخواد حساب بکنه. در واقع باید از چی دی بگیره؟ این ضرایب رو بنویسیم، یک تقسیم بره این تبدیل فوریه بارون هست، ای به توان آی وای اف، دیه میاد پشت سر این، دیه این موجود ضرب در فی حد وای دی وای. خب از همه نکته این تبدیل فوریه بارون این هست که ما مشتق ملیوان رو که از این تابع پیچیده حالا فیه که نمیشناسیمش تبدیل کنیم به تابع شناخته شده مثل ای به توان آی وای اف. و حالا دی ای به توان آی وای اف رو چجوری حساب میکنه؟ این ساده هستش، به خاطر اینکه در واقع اینجا حالا ارده داده به تمرین ده یک. بله فکر میکنم ایده کلی این هست. حالا در واقع لمی که اینجا اگر ثابت کنیم این دیگه تموم میشه کار، این هست که دی ای به توان آی وای اف این مساوی هست با ای به توان آی در اف به علاوه آی وای، هم البته باید داشته باشیم، وای در اف به علاوه دی اف منهای ای به توان آی وای اف. خب اگر این لم رو ثابت بکنیم، اینو که جایگذاری بکنیم به جای این، ادامه راه حل فقط توجه به این نکته هست که این دوتا انتگرال هر کدوم به شکل یک انتگرال فوریه ای میشن که ما انگار به جای داخل فی به جای اف مثلا گذاشیم اف به علاوه دی اف، پس حاصلش میشه فی اف به علاوه دی اف. یکی هم که همون فی اف یه که از اول داشتیم منهای فی اف، برای در واقع ما فقط باید این لم رو ثابت بکنیم که این همون چیزی هست که اونجا ارجاع داده به یکی از تمرین ها، منتها اثباتش به این صورت هست که توجه کنیم که اینی به توان آی وای اف
قابل نمایش به این شکل هست: سیگما آی وای به توان ان تقسیم بر ان فاکتوریل اف ان، هم اینجا داره آی وای ان اف ان تقسیم بر ان فاکتوریل. برای وقتی دی میگیریم، باز با همون بحث های حدگیری میتونیم اول این سیگما رو از یه صفر تا کا بگیریم، بعدش تا بی نهایت ادامه بدیم، نهایتا به این نتیجه میرسه که دی به دی ای به توان آی وای اف مساوی است با دی، رو میتونیم بیاریم داخل آی وای به توان ان اف ان تقسیم بر ان فاکتوریل، و خب اینا که از دی میان بیرون فقط اف ان باقی میمونه، بنابراین میشه آی وای به توان ان دی اف به توان ان تقسیم بر ان فاکتوریل. و اینجا فقط کافی هست که ما حکم رو برای اف به توان ان ثابت بکنیم، در نتیجه یه لم دیگه اینجا بیان میکنیم که دی اف به توان ان مساوی هست با اف به علاوه دی اف به توان ان منهای اف به توان ان، که اگر این رو بپذیریم و بذاریم این تو، در اون صورت این سیگما تبدیل به دو تا سیگما میشه، یه دونه آی وای به توان ان اف به علاوه دی اف به توان ان تقسیم بر ان فاکتوریل، یه دونه هم آی وای به توان ان اف به توان ان تقسیم بر ان فاکتوریل، که این میشه همون ای به توان آی وای اف به علاوه دی اف، این هم میشه همون ای به توان آی وای اف، که دقیقا این لم وقت ثابت میشه. پس برای فقط همین لم باقی مونه ما ثابتش کنیم، که در واقع با این کلک ما مسئله که برای فی دلخواه بود اول تبدیل کردیم به توابع به شکل ای به توان آی وای اف، و بعد تبدیل کردیم به توابع اف به توان ان، یعنی توابع توانی. حالا فقط مونه این لم رو ثابت کنیم، که اینو به چه صورت ثابت میکنیم؟ اینجا حالا خود تمرین رو ببینیم، شاید نکته خاصی توش گفته باشه. شو بای اندکشن. بله، در واقع از اون قاعده مشتق حاصل ضرب اینجا میخواد استفاده بکنه. کجا بودیم؟ بله اینجا بودیم. خود این لم رو پس میاد به این صورت ثابت میکنه، اثبات لم. ببینید مثلا برای n مساوی 2 فرض کن میخوایم، برای n مساوی 1 که خب هیچی بدیهیه، برای n مساوی 2 شما میخواید دی اف 2 رو بررسی کنی. خب دی اف 2 طبق اون مشتق ملیوان حاصل ضرب میشه در واقع اف دی اف به علاوه دی اف اف به علاوه دی اف دی اف، درسته؟ خب حالا یعنی میشه 2f df به علاوه df به توان 2، که خب این در واقع چیزی نیست جز f به علاوه df به توان 2 منهای f به توان 2 دیگه، یه f2 ساده میشه و هم میشه. بعد برای n‌های بزرگتر استقرا روی n به کار میره، یعنی فرض میکنیم حکم برای n ثابت شده، برای n به علاوه 1 ثابتش میکنیم. برای n به علاوه 1 وقتی میخوایم ثابت کنیم df به توان n به علاوه 1 رو، اینو می نویسیم f ضرب در d f به توان n به علاوه بعد d f ضرب در f به توان n به علاوه d f ضرب در d f به توان n. حالا اتفاقی که میفته این هست که این میشه d f به توان n میشه فرض استقرا، اینجا استفاده میکنیم میشه f به علاوه d f توان n منهای f به توان n. جمله بعدی هم که خب خودشو می نویسیم df در f به توان n، و جمله بعدی چی؟ جمله بعدی هم باز df به توان n رو همین رو جایگذاری می کنیم میشه df در f به علاوه df به توان n منهای f به توان n.
که خب اینجا حالا یه چیزایی با هم طبیعتا ساده میشن، به عنوان مثال DFF به توان N که اینجا داریم، در واقع این F به علاوه DF ضرب داره F به علاوه DF به توان N، این به ما میده F به علاوه DF به توان N به علاوه 1. این منهای FN به علاوه 1 هم که اینجا داریم، چیزی که باقی مونه این جمله هست، این جمله هست به همراه در واقع این جمله که این دوتا، این هم زده دی اف میشه، این دوتا هم ساده میشن. بنابراین این چیزی که باقی مونه همینه که حکم استقرار هست، بنابراین حکم استقرار خلاصه ثابت میشه و این نکته هم اثباتش تمام میشه. برای ما قاعده مشتق تغییر متغیر در مشتق رو در واقع به این صورت ثابت کرد. و مثال 10.1.9 هست که اینجا این فرآیند در نظر میگیره که فرآیند در واقع لوی هست، به سادگی لوی در واقع خونسا شده هستش، فرآیند پوآسون مرکب خونسا شده هست که ما تو جلسه قبلی در واقع این مشتق نه در واقع عذر میخوام، ما در جلسه قبلی کاری که کردیم نمایش انتگرالی xt2 رو به دست آوردیم. اگه یادتون باشه تو مثال 9.9.3 که از جلسات قبل نمایش انتگرالی xt2 رو به دست آوردیم و بسته آشوبش رو به دست آوردیم، که اگر برگردیم حالا اون مثال رو ببینیم، مثال 9.9.3 بله، در واقع ما xt2 رو به شکل جمع یه انتگرال مرتبه 0 یعنی یه عدد ثابت، یه انتگرال مرتبه 1 و یه انتگرال مرتبه 2 نسبت به عدد تصادفی پوآسون خنسا شده نوشتیم که اون تابعه زیر انتگرال، تابع ثابتش که این بود عددش، تابع مرتبه 1ش یه متغیرش زد 1 بود، دو متغیرش هم زد 1 زد 2 بود. بنابراین حالا وقتی ما اینو در واقع به این شکل، یعنی ما نوشتیم با سه جمله n 0 و 1 و 2، پس حالا وقتی اگر مشتق ملیوان بگیریم از این چه بلایی سر میاد؟ in میشه n i n من های 1 h n، برابری میشه خب اون جمله صفره که حذف میشه، جمله مرتبه در واقع جمله مرتبه، خیلی خب پس ما الان xt2 رو اینجا رو دقیقا نویسیم، xt2 رو ما نوشتیم i0 h0 i1 h1 i2 h2، پس وقتی d بگیریم d t و z xt2 طبق تعریف مشتق ملیوان، این که خب حذف میشه، این میشه خود h1 h1 z، و این چی میشه؟ این هم میشه چیه که H، این هم در واقع میشه I1 که یه دو هم داره پشتش، دو I1 که H2 در واقع Z، این البته بله دیگه اون Z I2 دات و Z در واقع به این شکل بنویسیم. خب حالا این H1 Z خودش چی میشه؟ H1 Z حالا تا اونجا که یادم خود زد بود، ولی اینطوری که این نوشته باید زد به توان 2 بشه. پس دوباره بریم مثال رو ببینیم، مثال 9.9.3 این به توان 2 بود، اصلا یکی از غلطایی بود که جلسه پیشم فکر کنم کشفش کردیم،
این باید زد یک به توان دو باشه، اینجا نوشته زد یک، این باید زد یک به توان دو باشه، برای درست میشه دیگه، اون یکم زد یک زد دوه. پس اینجا ما خواهیم داشت زد به توان دو، یعنی این اچ یک زد میشه زد دو به علاوه این هم میشه دو تا آی یک اچ دو مون هم هست زد دیگه، منتها زده دیگه چون ثابته میاد بیرون از این، یعنی میشه دو زد آی یک زد یک. ولی خب آی یک زد یک چیه؟ آی یک زد یک هم انتگرال تساوی پواسونه که در واقع آی یک زد یک خود انتگرال زد، انتگرال زد یک انحت دی اس و دی زد هست دیگه، بنابراین میشه خود ایکس تی، پس این میشه ایکس تی، یعنی آی یک زد یک این در واقع چیزی نیست جز خود ایکس تی، پس میشه z2 به علاوه 2z xt. پس ما مشتق ملیوان xt2 رو در واقع به این صورت به دست آوردیم. حالا این از یه راه بود، از راه تعریف مشتق ملیوان بود. حالا میخوایم از راه همین قاعده‌ای که بالاتر گفتیم به دست بیاریم. مشتق ملیوان این عبارت رو گفتیم مثل این هست که شما یه دونه در واقع در واقع آها در واقع داریم این کارو میکنیم تو تو گزاره قبلی فی رو میگیریم تابع x2، میدونیم مشتق ملیوان خود x که میشه z، اینو تو مثال قبلی حساب کرده بودیم، فی تابع x2 روش اعمال کردیم، پس میشه تغییر متغیر توی مشتق ملیوان. از قضیه قبلی میشه فی f به علاوه df به منهای فی f، یعنی میشه x به علاوه z به توان 2 منهای x به توان 2، که دقیقاً در همین رابطه میشه که از تعریف مشتق ملیوان مستقیما به دست اومد. بسیار خوب، این بخش تموم شد، تا جلسه بعد، خدا نگهدار.